درود بر عاشقان ایران زمین، زنان و مردان آزادی خواه میهنم. در این برنامه با اخباری مهم و فوری که لحظاتی پیش به دستمان رسید، در خدمت شما عزیزان هستیم. حمله رعدآسای پهپادهای اسرائیلی به تأسیسات هسته‌ای نظام. شوک در وزارت دفاع جمهوری اسلامی. لشکرکشی حکومت در متروها. بانوان ایرانی نظام را وحشت زده کردند. حمله رداسای پهپادهای اسرائیلی به تأسیسات هسته‌ای نظام شک در وزارت دفاع جمهوری اسلامی لحظاتی پیش و در خبری فوقالعاده مهم و فوری منابعی در داخل ایران گزارش دادند که در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز صدای انفجاری شدید و همچنین رگبار ضد هوایی شنیدند در همین رابطه اکانت آلف نزدیک به موساد در گزارشی از این اتفاق در اکانت ایکس خود نوشت که گزارشاتی از منابع داخل ایران دریافت کرده است که تایید میکنند صداهای تیراندازی ممتد از نزدیکی تاسیسات نتنز و در پشت کوه صوفه در اصفهان شنیدند بر اساس اطلاعات منتشر شده در پشت این کوه تاسیسات مهم و نظامی قرار دارد که محل دپوی تسلیحات نظامی و استراتژیک جمهوری اسلامی است همچنین خبرنگاران عراقی این خبر را پوشش گسترده ای دادند و منابعی در این کشور از رهگیری دو پهباد اسرائیلی که از مرز هوایی عراق گذشته و به داخل خاک ایران رسیدند گزارش دادند بنا گزارشات این خبرنگاران حملات ساعتی پیش به وسیله دو پهباد و به منظور تخریب محل دپوی تأسیسات نظامی نزدیک به نیروگاه اتمی نتنز صورت گرفته است هنوز هیچ منبع نظامی و امنیتی در نظام به این خبر واکنش نشان نداده است کارشناسان نظامی این حمله را پیش درآمدی از پلن بزرگ اسرائیل در روزها و هفته‌های آتی می دانند، و گویی ارتش اسرائیل در حال آمادگی برای حملاتی ویران کننده بر علیه تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی است. این همه در حالی است که کمتر از یک هفته پس از روبودی شدن کشتی گالکسی لیدر و خدمه آن توسط شبه نظامیان حوسی بازوی یمنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دریای سرخ یک کشتی نفکش در دریای عرب روز شنبه چهارم آذر ماه هدف حمله پهپادها قرار گرفت. منابعی در اسرائیل حمله امروز به تأسیسات نظامی در نتنز را جواب محکم و قاطع اسرائیل به خباستها و حمله های نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به کشتی های اسرائیلی می دانند. گفته می شود کشتی تجاری CMA CGM که در دهانه اقیانوس هند هدف حمله پهباری قرار گرفته است از دوبهی به سمت اقیانوس هند در حرکت بود. خبرگزاری آسوشویتد پرس روز شنبه 25 نوامبر برابر با 4 آذر به نقل از یک مقام دفاعی آمریکایی نوشت این کشتی باری متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی است که در اقیانوس هند مورد حمله یک پهباد مشکوک ایرانی قرار گرفت حمله به این کشتی در شرایطی صورت گرفته که آمار نشان میدهد کشتیرانی بین المللی در منطقه خاور میانه در روندی رو به افزایش تبدیل به اهداف مخاسمات و درگیری شده است. حمله به این کشتی درست پس از اعلام توافق موقت جنگ به دلایل انسان دوستانه میان حماس و اسرائیل صورت گرفته است. این مقام دفاعی به آسوشیتد پرس گفت این کشتی با پرچم مالت در حرکت بود و یک پهباد انتحاری شاهد 136 ساخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به آن اصابت کرده که باعث انفجار و آتش سوزی در کشتی شده اما به خدمه آن آسیبی نرسیده است. این مقام نظامی اضافه کرده ما به نظارت دقیق اوضاع ادامه می دهیم اما از توضیحات بیشتر در این زمینه که چرا آمریکا معتقد است رژیم ایران پشت این حمله بوده است خودداری کرد شبکه المیادین وابسته به حزب الله لبنان گزارش داد که این کشتی اسرائیلی در اقیانوس هند هدف قرار گرفته است کشتی CMA CGM متعلق به یک شرکت حمل و نقل بزرگ مستقر در بندر مارسی فرانسه است مسئولان شرکت اما از اظهار نظر در این باره خودداری کردند بر اساس داده های وبسایت مارین ترافیک این کشتی از روز سهشنبه زمانی که بندر جبل علی در دوبی را ترک کرد سیستم موقعیت به خود را خاموش کرده بود طبق روال معمول کشتی ها باید ردیاب خود را به دلایل ایمنی فعال نگه دارند اما اگر به نظر برسد که ممکن است هدف قرار بگیرند خدمه کشتی آن را خاموش می این کشتی پیش از این هنگام عبور از دریای سرخ از یمن که محل استقرار شورشیان حوثیه مورد حمایت حکومت ایران است نیز همین کار را انجام داده بود تحلیلگران کنونی میگویند خاموش کردن جی پی اس که در مورد این کشتی از چند روز پیش از این خاموش بوده به تنهایی نمیتواند جلوی ردیابی و حمله به کشتی ها را بگیرد به هر حال به نظر میرسد منازعه در منطقه وارد فاز جدیدی شده است و پیش بینی می شود روزها و هفته های آینده برای نظام آیت الله ها در تهران پر استرس و خطرناک باشد لشکرکشی حکومت در متروها با بانوان ایرانی نظام را وحشت زده کردند دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعداد نیروهای حکومتی هجاببان را بیش از 2850 اعلام کرد قوه قضایی هم اعلام کرد که از روزنامه اعتماد برای انتشار تصویری از یک بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور در این رابطه اعلام جرم شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از انتشار بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور درباره هجاببانها اعلام کرد دادستانی تهران به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد. این روزنامه روز شنبه تصویری از یک بخشنامی خیلی محرمانی وزارت کشور در این رابطه را منتشر کرده که نشان میدهد حضور این نیروها به درخواست خود وزارت کشور بود است. در این بخشنامی که به تاریخ نهم خرداد منتشر شده خطاب به برخی دستگاه های جمهوری اسلامی از جمله شهرداری تهران و شرکت متروی پایتخت آمده ورود افراد در وضعیت کشف هجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بود است. این بخشنامه میافزاید در مراکزی چون ایستگاه های مترو باید از ورود مردها به واگن زنان جلوگیری شود و عکس برداری در همه بخشهای مترو و داخل واگن و تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری انجام شود. روزنامه اعتماد نوشت به نظر میرسد زمینه قانونی فعالیت های در مترو و بسیاری از دستگاه های اجرایی خدماتی و عمومی مبتنی بر بخشنامه است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است. در همین زمینه و طبق گزارش های خبرگزاری دولتی ایرنا محمد حسین تاهری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه چهارم آذر گفت بر اساس گزارشات رسیده تعداد افراد تذکر لسانی بیش از 2850 نیروی انقلابی و جهادی هستند که فی سبیل الله مشغول به فعالیت هستند مقام های ایران تاکنون درباره آمار حجاب ها که تذکر لسانی میدهند گزارشی ارائه نکردند و این مقام حکومتی نگفت آمار خود را بر اساس چه منبعی ارائه کرده است او افزود بر اساس آخرین گزارشی که دریافت کرده هجابان ها حدود 200 هزار تذکر داده اند و به گفته خودشان مشکل بالای 97 درصد افراد با تذکر اولیه حل شده و به درگیری مشاجره و غیره نکشیده است. به گفته منابع حقوق بشری آرمیتا گراوند دانش آموز نوجوانی که چندی پیش جان باخت در نتیجه درگیری با نیروهای هجابان در متروی تهران به رفته بود. تاهری انتقادهای اخیر درباره حضور هجاببانها در نقاط مختلف شهرهای ایران را زیر سوال برد و گفت امر به معروف و نهی از منکر دستور الهی، قرآنی، شرعی و قانونی است. وقتی این گونه است، صحبت درباره مجوز داشتن یا نداشتن چه معنایی دارد؟ او با دفاع از عمل کرده این نیروها خطاب به دستگاه های جمهوری اسلامی افسود وقتی کار خیر و خوبی در جامعه در حال شکل گرفتن است، باید همه حمایت کنند موضوع حضور نیروهای حکومتی موسوم به هجاببانها که مأموریت برخورد با زنان و دختران بدون هجاب اجباری در اماکن مختلف به ویژه ایسکه مترو را بر عهده دارند از مدتها پیش توجه رسانه ها و فعالان حقوق زنان را به خود جلب کرده است پیشتر وبسایت دیدبان ایران نوشته بود نه شهرداری تهران و نه وزیر کشور مسئولیت این نیروها را گردن نمیگیرند و احمد صادقی عضو شورای شهر تهران روز دوم آذر گفت اگر هجابان نیروی مردمی هستند بدون مجوز نمیتوانند در مترو مستقر شوند وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در تازه ترین اظهاراتش بار دیگر تاکید کرد که چنین اقدامی نیازه به مجوز ندارد و وظیفه همگانی است بر اساس گزارش ایرنا وحیدی روز شنبه گفت امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد و وزارت کشور برابر قانون از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت می کند. علی مشتهدزاده حقوقدان ادعای دولت مبنی بر اینکه این, این نیروها نیازی به مجوز ندارند را زیر سوال برده و گفته است ما برای کوچکترین کار تشکیلاتی و جمعی در این کشور نیازمند دریافت مجوز در قالب انجیو، مؤسسه، انجمن و غیره هستیم. کار تشکیلاتی این گروه های مردمی زیل چه عنوان و ساز و کاری تعریف شده است. به گفته این حقوقدان اولین اثر نامشخص بودن مرجعی که این افراد به آن منتصب هستند یا از آن مجوز گرفته اند، نامشخص بودن مسئولیت حقوقی است که به آنها منتصب می شود و اگر هر نوع تنش ایجاد شود، هیچ ارگان جمهوری اسلامی مسئولیت آن را بر عهده نخواهد گرفت. تا کنون جمهوری اسلامی مسئولیت جان باختن کسانی را که به حجاب اجباری معترض اند بر عهده نگرفته و در مقابل منتقدان این سیاست را سرکوب کرده است با وجود برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه از سوی حکومت مبارزه مدنی زنان مخالف هجاب اجباری ادامه دارد بسیاری از آنان میگویند از حق خود برای آزادی پوشش صرف نظر نمی کنند. همراهان عزیز و گرانقدر تیم خبری ما با تحلیل های بروز و دقیق سعی در آگاه سازی و حل کردن مسائل پشت پرده اخبار روز بدون سانسور برای شما همراهان عزیز رو داره. با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاه خودتون در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم خبری ما باشید. شب بر همگی خوش پاینده ایران.